بسم الله الرحمن الرحیم. درس ما در قسمت آنتیبیوتیک های نهیه کننده سنتز و الوجروی است که ادامه لکچر قبلی است. در لکچر قبلی ما در مورد پنسیلین ها خوانده بودیم و رولشان خواندیم، میکانیزم تاثیرشان خواندیم و این درس هم از قسمت سفالوسپرین ها هستند. سفالوسپرین ها هم شامل آنتیبیوتیک های نهیه کننده سنتز دیوال حجروی است و اینا هم شامل آنتیبیوتیک های بیتالکتام می باشند. سفالوسپرین ها را ببینین، خود سفالوسپرین ها از جمله آنتیبیوتیک های بیتالکتام می باشد. اینا را گفتیم آنتیبیوتیک های چی بودن؟ آنتیبیوتیک های بیتالکتام می باشند که از نگاه ساختمانی و وظیفه‌ای مشابه پنسیلین هاست. اینا را گفتیم مشابه چی بودن؟ پنسیلین ها. چرا ادویه ساختمانی اینا را گفتیم یا وظیفه مشابه پنسیلین هاست؟ بخاطر که پنسیلین ها هم حلقه بیتالکتام داره، اینا هم حلقه بیتالکتام دارن، پس از خاطر اینا را میگیم که مشابه میباشن. خب بسیاری از سفالوسپرین ها به شکل نیمه ترکیبی توسط وصل شدن زنجیرها به دو طرف افت امینو سفالوسپرینیک اسید ساخته میشن. شما ببینید و شکل نیمه ترکیبی توسط وصل شدن به این زنجیرهای افت امینو سفالوسپرینیک اسید به دو طرف بقیهشان یک بقیه و یک چی اسید دیگه بقیه، یعنی میاین به یک قسمت به بقیه ها هنگامی که وصل میشن از اینا سفالوسپرین ها ساخته میشن. یعنی اساس فرمول سفالوسپرین ها همی از هنگامی که در بقیه ها هنگامی که تغییرات میاین بعد از اون سفالوسپرین ها هم نامایشان تغییر میخوره و همی پنج گروپی که اساساً چهار گروپ تقسیم میشه اما در آخر یک گروپی دیگه هم به سفالوسپرین ها ساخته شده که ادوانس سفالوسپرین ها یاد میکنن، یا میشه که گروپ پنجم هم یاد کنیم که قریب در سالهای آخری ساخته شده و با تغییر در بقیه ها سفالوسپرین ها هم نامایشان تغییر میخورن. سفالوسپرین ها شامل کدام دواها هستن؟ شما ببینین در خود این قسمت گفتیم اولشان سفاکلور هستن، سفادروکسیل هستن، سفازولین هستن، سفتینیر هستن، سفیپیم هستن، سفیکزیم هستن، سفوتکسیم هستن، سفوتیتان هستن، سفوگزیتین هستن، سفپروزیل هستن، سفتارولین هستن، سفتوزیدیم هستن، سفتیبیوتین هستن، سفتی زوکسیم هستن، سفتراکسون هستن، سفروکسیم و سفالکسین. این آنتیبیوتیک ها عموم گروپ هست که بعد از او بازی را با گروپ های دیگه، جنریشن های دیگه تقسیم میسازیم که هر کدام از اینا شامل یک جنریشن میشن که جنریشن ها گفتیم تا جنریشن هایی که تا زیاد وقت بود جنریشن اول دوم و سوم میگفتیم که در سال 2013 باز جنریشن دیگه ساخته میشه که جنریشن ادوانس یا جنریشن پنجم هم یاد میکنن که میتونیم این را پنج جنریشن هم یاد کنیم، این را که با جنریشن پنجمش هم میخوانیم. خب اول در مورد تایپ تاثیر آنتیبیوتیک ها میبینیم. تایپ تاثیر نظر و تایپ تاثیر چی ما نام داد، یعنی مساحه تاثیر یا وسعت تاثیرشان یاد میکنیم. سفالوسپرین ها با جنریشن اول، دوم، سوم، چهارم ادوانس میگه چی میشن؟ به اساس حساسیت باکتریایی و مقاومت در مقابل بیتالکتام ها تقسیم میشدن. خیلی جنریشن اول، دوم، سوم، چهارم و ادوانس اینا چی شدن؟ تقسیم شدن. که نظر به این حساسیت ها، مقاومت ها در مقابل انزایمی که باکتری ها تولید میکنه از خاطر چندین گروپ تقسیم شد. خب سفالوسپرین آنتیبیوتیک ها در چارت یا جدول نشان داده، فرست جنریشن، سکند جنریشن، ترد و فورت جنریشن. جنریشن ها یعنی نسل اول سفالوسپرین ها دوم و سوم و چهارم تقسیم شدن. نسل اول سفالوسپرین ها را ببینین که نسل اول سفالوسپرین ها نامه اینا را پیشتر در قسمت خواندیم، بازی نامایشان در قسمت دوباره جمع شدن. نسل اول از اینا رو میگن که گود اگینست گرام پوزیتیو، مودریت اگینست گرام نگاتیو، یعنی نسل اولشان میگه که در مقابل گرام مثبت ها خوب هستن اما در مقابل گرام منفی ها هم تاثیرات دارن، به شکل متوسط میتونه تاثیرات داشته باشن.
جنریشن دوم میگه که در مقابل گرام منفی ها خوب هستن، اما در مقابل گرام مثبت ها میگه متوسط کار میکنن. جنریشن سوم شما سیل کنین، جنریشن سوم میگن که در مقابل گرام منفی ها خوب هستن، اما در مقابل گرام مثبت ضعیف است. باز جنریشن سومشان میگن. جنریشن چهارم هم میگن که در مقابل گرام منفی خوب هستن و اکسینت اکتیویتی اگینست گرام پوزیتیو و فعالیت های وسیع هم در مقابل چی می داشته باشن؟ گرام مثبت ها دارن. یعنی از جمع فهمیدیم که بعضی از اینا مثلا در مقابل یک انتیبیوتیک یا چی در مقابل یک گروه باکتری ها خوب تاثیر میکرد، در مقابل دیگه متوسط، یا در مقابل یکی خوب تاثیر میکرد در مقابل دیگه گروه باکتری ها ضعیفتر بود، یا ای که مثلا بعضشان تقریبا با بالای یکی خوبتر تاثیر میکرد و بالای دیگه هم تاندوزی تاثیرات خوب داشتن. در اینجا ببینین در این چارت فرست جنریشن هم میگن در مورد سال تاسیس از انتیبیوتیک ها را میجا گفتن برای ما که جنریشن اول از اینا را میگن که در مقابل باکتری های گرام منفی میگه اینا چی هستن؟ پوتنت هست، یعنی قوی هست، فعالیت های بسیار خوبی می داشته باشن، اما در مقابل گرام منفی ها تاثیراتشان هم میگیم که به شکل متوسط هست، یعنی نسبی خوب هستن در مقابلش و در سال 1964 ساخته شدن. جنریشن دوم ببینین که در سال 1983 ساخته شده، اینجا مثال هایشان هم داده که مثلا سفروکسی هم و این مثال هایشان گفتن. ما گروپ هم میخوانیم، تنها یک دوار رو نمیخوانیم، از خاطر تنها جنریشن دوم میگیم. در جنریشن دوم میگه که طیف تاثیر وسیع، یعنی هم فعالیت هایشان هم میتونیم گفتن که طیف تاثیر وسیع دارن، اینا میتونن که خوبتر به داخل طیف تاثیر وسیع داشتن، اینا میتونن که خوبتر به داخل حجرات نفوذ بتونن، حجرات باکتری ها که روز دو لکچر قبلی خواندیم در مورد پنسیلین ها بود که مانع نفوذ هم یکی از فاکتورهای بود که باکتری انتی بیوتیک ها تاثیر خوبتر نمیتونستن داشته باشن، و اینا مقاومت در مقابل انزایم بیتا لکتاماز داشتن، یعنی مقاومتشان در مقابل انزایمی که باکتری های بیتا لکتاماز تولید میکنن مقاوم بودن. و دیگه اینا را گفتیم که slightly less potent against gram positive، و در مقابل گرام مثبت ها گفتیم فعالیت هایشان نسبی کمتر هستن، یا میتونیم گفته که فعالیت هایشان تا اندازه کمتر هستن یا متوسط هستن در مقابل گرام مثبت ها. و دیگه اینا را گفته بودیم که بسیار فعال هستن در مقابل باکتری های گرام منفی. خیلی در مقابل باکتری های گرام منفی اینا چی بودن؟ فعالیتشون زیادتر بود در مقابل گرام مثبت، اندازه فعالیت داشت. جنریشن سوم در سال 1985 ساخته شد و اینا را گفتیم که در مقابل باکتری های گرام منفی امپروفد اکتیویتی، یعنی فعالیتشون بسیار قویتر و خوبتر هستن و نفوذ حجرویشان به داخل حجره هم اینا خوبتر نفوذ میتونن و higher binding towards bacterial target، یعنی خوبتر با مو تارگتی که برشان گذاشته میشه یا هم باکتری که تارگتشان است با او خوبتر که میتونن اینا وصل شده میتونن. و دیگه در مورد جنریشن چهارم اینا گفتیم که فور جنریشن میشد. فور جنریشن از اینا را گفتیم در سال 1994 ساخته شده. فور جنریشن از اینا را گفته بودیم که improved resistance to beta lactamase، یعنی در مقابل بیتا لکتاماز اینا چی داشتن؟ مقاومت داشتن، یعنی بیتا لکتاماز ها اینا را با آسانی تخریب نمیتونستن. طیف تاثیر وسیع داشتن. طیف تاثیر وسیع اصطلاحات است که در اولین لکچر ما که در اساسات تداوی با انتیبیوتیک بود و جا هدف از را خوانده بودیم، و higher activity against both gram positive and gram negative، پس تاثیرات از اینا هم در مقابل گرام مثبت ها خوبتر بود و هم در مقابل گرام منفی ها خوبتر بود، یعنی در مقابل هر دو دوا اینا چی داشتن؟ تاثیر داشت. و جنریشن پنجم از این که در سال 2013 ساخته شده بود، این میگه که بخاطر تداوی انتانات کریتیکال یا انتانات بسیار حالاتی که وخیم میباشن مانند هاسپیتال اکوارد نومونیا، یعنی انتانات عقص شده از شفخانه یا انتانات شفخانه ای را که ما میگیم انتانات بسیار قوی و خطرناکی هستن که با دواهای عادی نا یا انتیبیوتیک های
دیگه ممکن کمتر جواب بدن. پس دو دواهای یا جنریشن های پنجم بسیار خوب تاثیر میکنن و از برای می خاطر هم ساخته شده، چرا یکی انتانات شفخانه ای در مقابل دیگه انتیبیوتیک ها از خود تاثیرات واقع نمی داشت، از خاطر با اینا جنریشن پنجم ساخته شده که در مقابل انتانات وخیم اینا از خود عکس العمل نشان بدن. خب در اینجا بعضی از اصطلاحات یا خلاصه های طبی است که اینا را اینجا میخوانیم، چون داخل درس ما درباره دوزها را هم گپ میزنیم، از خاطر شما باید بفهمین. خب در اینجا میگه که در مورد اول فریکونسی های دوا، هدف از فریکونسی چی است؟ همون مقدارهای دوا که توصیه شده میتونه او را ما فریکونسی های دوا یاد میکنیم. فریکونسی های دوا اودی که ما نامیتن، مثلا در بعض جای شما میبینید اودی نوشته است، اودی به این ما نامیتن که یک بار او چیز شوه تجویز شون. دیگه شما بعدش سر میخورین بی آیدی چی ما نامیتن؟ بی آیدی یعنی که روز دو مرتبه تجویز شون. تی آیدی یعنی روز سه مرتبه تجویز شون. کی آیدی یعنی که روز چهار مرتبه تجویز شون. QHS before bedtime یعنی قبل از خواب. Q4H every 4 hours یعنی هر 4 ساعت بعد. هر 4 ساعت بعد باز چی میشه؟ یعنی روز 6 مرتبه میتونن شون. Stat چی معنا میتن؟ immediately یعنی به صورت مثلا فوری اگه چی داده میشن نور استات ما میگیم. و PRN چی ما نامیتا؟ از نیدید، یعنی نظر به ضرورت. یک دوا را مثلا برای یک مریض یک دوای درد ما میتیم، در نسخهش در دوسیهش نوشته میکنیم PRN، یعنی اگر ضرورت شوه برش داده شوه و اگر ضرورت نشوه برای از این مریض ها امید داده نشه. خیلی ایره ما چی یاد کردیم؟ به نام PRN یاد کردیم. دیگه AC گفتیم، AC before meals یعنی قبل از غذا، و PC چی است؟ after meals یعنی بعد از غذا. PC چی شدن؟ بعد از غذا. AC چی شد؟ قبل از غذا. اینا خلاصه های هستن که اینا همیشه در دوسیه های می نوشته میشن و یا مثلا در بعضی حالاتی جمع مثلا گفتیم که 3 times a day یعنی 3 بار در روز، باز بعض جایی نوشته میشه که هر 8 ساعت بعد، یا مثلا ما اینجا نوشته کردیم BID اینجا بعض جاهای شما میبینین نوشته میشه که 12 ساعت بعد، هر 12 ساعت بعد هم نوشته شده میتونه، یا اینا هم نوشته میتونن شون. هدفی است که ما باید دفعات تطبیق دوا رو بفهمیم که روز چند مرتبه دواها تطبیق شده میتونن. خب دیگه دی طرف دیگه چیزی که به ما نشان داده روتس یعنی مسیرهای تطبیق دوا رو گفتن چیگونه تطبیق میشن. اول پی او نوشته هستن، پی او یعنی بای ماوت یعنی از طریق دهن دوا گرفته میشن. دوای فمی است، پی او نوشته میشه از طریق دهن، یعنی مثلا یک دوا است هم به شکل مستظهر ذرقی داریم هم مستظهر مثلا فمی شه داریم، ما نام دوا رو نوشته میکنیم با برش پی او اگر نوشته کنیم، یا مثلا اگر پی او نوشته نکنیم این طرف تا مثلا نوشته کنیم تابلت یا کپسول همی چیز هر دوایی رو که یاد کردیم و هم منامه تکه از طریق دهن یا پی او که در بعض جای شما سر میخورین بفهمین که از طریق دهن تطبیق میشن. آی ام انترامسکولر هستن یعنی داخل عضلی است. آی وی انتروینوس است یعنی داخل وریدی است. و آی وی پی انتروینوس پوش است یعنی که داخل وریدی به شکل پوش، یعنی یک مقدار زیادش به شکل سری تطبیق میشن. اسی چی ما نامیتن؟ سبکوتینوس چی ما نامیتن؟ تحت الجلدی ما نامیتن. پیار چی ما نامی دادن؟ رکتال. رکتال کدام طریقه ما گفتیم؟ رکتال طریقی است که از طریق مقعدی دوا تطبیق شده میتونه، او را به نام رکتال یاد کردیم. آی دی چی است؟ انترادرمال. انترادرمال چی است؟ داخل جلدی. خب تی پی این چی است؟ توتال پرنترال نوتریشن یعنی نوتریشنی که از طریق پارنترال باشن. پارنترال چی معنا میتن؟ یعنی حالتی است که مریض از طریق سیروم و مذریات خود که عکس میکنه او را به نام تی پی این یاد میکنیم، یعنی توتال پارنترال، یعنی مریض باید از طریق دهن غذای خود یا مذریات خود نگیره، از طریق زرقی مثلا سیروم برش تطبیق میشه، از طریق سیروم مریض میگیرن. این پیو رو شما شاید جاتر اگر دیگون شفخانه دیده باشین یا دیگون دوسیه اگر مریضی اگر خودتان داشته باشین ممکن دیده باشین که میگه مریض این پیو باشن،
خصوصا قبل از اینکه عملیات میشن میگه این پیو باشه که nothing by mouth، یعنی که هیچ چیزی را از طریق دهن باید نگیرن. میگه که مثلا چند ساعت را تعیین میکنه که باید این پیو باشه مریض، یعنی در این زمان باید غذا را نگیرن. خب ایچی بود دو یعنی آبروپژنای بود که اینا زیادتر استفاده میشد و این آبروپژنا نظر به فریکونسی ها و نظر به رتبه یا مسیرهای دوا بود که هر کدام به شکل خلاصه اینا تشریح شده بود. خب هم ختم لکچر دوم فصل آنتیبیوتیک های نهی کننده سنتز دیوالوجی روی است و سفالوسپرین ها را باز در لکچر دیگه دوام میتیم چون زیادتر است.